به ماتریکس خوش من چهرخم منم یازان خب عمو بعد از چند هفته قیبت اونم تو اوج رفارسی که مخاطبا دوست داشتن نظر ایجنت های ماتریکس رو بدونن که آقا پشت پره چه اتفاقی داره میفته تو رففارسی که چپ رو رست دارن به هم دیست میدن از اون طرف نمیدونم فدای دوباره میاد به پدر رفارسی رف دیست میده اینا ما قیبت کردیم و همین باعث شده که خیلی فکر کنن نکنه ما هم تو ماتریکسیم که به تو کردیم <تص> متاسفانه ماتریکس واقعیت سعیشو کرد که ما رو خوبی مقدار اذیت بکنه و از جهات مختلف و یعنی واقعیت یوتیوب یزدان و حالا اتفاقات زندگی من و فلان یوا سعیش رو کرد ولی ماتریکس واقعی هیچ وقت چیزی نمیبازه صد در دلیل کائنات و دست ماتریس پشت پرده که ما نمیدونیم جدی که عد همون موقعی که چیز میشه ما باید آره. دو مشکل اون موقع است که تا میریم مسافرت یا و آلبوم ها و اینا همه میاد <applause> آجی به خود من شانس هم خیلی تخمیه چه خبر ها؟ همه چی اوکیه؟ والا از طرف ما که ایشالله خدا روشوی همه چی اوکیه از طرف شما چطور؟ منم خوبم نقل مکان کردم با دکور جدید اومدیم یه ماتریکس جدید شما خونه تو عوض کردی. ما ما صورتمون عوض کردیم دکور صورت رو عوض کردیم دکور صورت عوض کردم خب الان خیلی ماتریکسی تر شدی واقعیت یعنی اون سیبیل من همه‌شون مخم بود تو تام نیلا خودم شخصا بخوام اعتراف کنم ولی دیگه چیکار کنم دیگه <laughs> یه مدت که ما نبودیم چند تا اتفاق افتاد یکی جدا از همین بحث هیچکس و فدایی و, دیس و, دیس و دیس باز... ادامه و یا دیس دیسودیس بازی جدید هیپوپولوژیست و پوری افتراهایی یا حالا نمیدونیم ولی صحبت میکنیم که فکت بوده یا افترا بوده به پوتک هم زدن همه جا پخش شد مثلا ویدیوهای زیادی پخش شد به اسم چیا جی به اسم افشاگری ها افشاگر یا علیه پوتک به از اول در مورد پوتک صحبت کنیم اول در مورد سو و بازی یه اینا رو بگیم الفنتین دی رومه به انگلیسی حالا okay. ببین من خودم حقیقتا راجعش هم چیزی نگفتم تو یعنی هم درست نکردم چون خیلی به خود طرف زنم حقیقتا چیزام بوده یعنی درگیر بودم زیاد اصلا دنبال نکردم ولی یه دفعه دیدم که به قول خودت خیلی از این حالا کانتنت کریتر ها یوتیوبر اینا چه میگم برگشتن بهش افشاگری دوزی و نمیدونم کد... کسی که مثلا تا چه میدونم یک ماه پیش همش داشتن ازش تعریف میکنن یه دفعه منتظر فکر. احساس کنم منتظری یه چیز بودن که یه دفعه علی شرف بزنن ولی حالا چون سوخته چون اه... سوخته این حوا نمیشناسه <laughs> <applause> خیلی عجیبه خواجی مثلا همون کسایی که الان دارن با مد... مدرک یا با خودشون مدرک تو ویدیوش میگفت مدرک دارن افشاگری افشاگرایی افشاگری میکنن افشاگری میکنن تو مثلا یه ما پیش داشتن قرون صدقهش میرفتن این واسه هم عجیبه خب اگه تو واقعا مدرک داشتی که افشاگری بکنی چرا الان اصلا چیز میکنی مثل داستان فداییه تا چند ماه بعد میاد اه... چیوش میگن مثلا میگه آقا ما فلان ماه میدونستیم یارو مجاهده ولی چند ماه بعدش بجاش اومدیم ازش باز حمایت کردیم اوکی اوکی باید. حالا نه واقعیتش اینجوریه که ببین من دیگه حالا بگیم که کیا چیکا کردن حالا به جز اون خانومی که اولش یه سری ویدیوها ها خبرش اینجوری بود که آقا یه خانومی من یه فقط حقیقتا ویدیوی از... ممنتو رو ایدم بقیه ویدیو رو نایدم خب من الان میگم یه خانومی بود که نمیدم واقعا خودم نمیدم کجا این ویدیو رو که اول اسمش متاسفانه نمیدونم خب ولی اینو دیدم که این خانم کلیپ ازش دیدم خلاصه حالا کلیپه تو خود ویدیو یه نفر دیگه بود خب که این قانون اومده بود اه... برای اولین بار فهمیده بود که چی یه سری ویدیو تو یوتیوب بوتک هستش که از مثلا یوتیوبرهای معروف هست مثلا مستر بیس خب که <applause> خب من تامنیل رو دیده بودم ولی دیدم تامنیل انقدر همه استفاده میکنیم که دیگه واقعا واسه هم چیز مهمی نبودش هرچند میشه روش زره مانوف داد ولی خب من خودم انقدر که دیدم و هم خودم انجام دادم هم همه انجام میدن واسه هم انقدر چیز داستایی نبودش بعد دیده بود آقا ویدیوها شبیه همه بعد امیر هم ایزد میاد اینو درست میکنه که آقا میاد یه ویدیو میسازه کامل که آقا کنید این ویدیوهای یوتیوب پوتک شبیه ویدیوی مثلا یوتیوبرای دیگه است حتی مثلا یه ویدیو از پوتک هستش که پوتک داره مثلا گیم پلی میده ولی چی؟ ها جی آه... واقعا گیم پلی نمیداره به میده به یه گیم نفر دیگه من پشت ما هم داره پریتند میگن آره, آره. عده در میگه که مثلا دارم در, واقع داره ببین دا من خب یعنی جامو ای کردم اصلا باورم نمیشم چیزی چون به نظر من این کار خیلی از خود یعنی همون بازی خودم بود. او آره. آره. حالا بازی یه ذره من چون خودم گیمر نیستم واسه من سخت بازی کردنم یعنی در هر صورت خیلی نهار... سخته. نه همین شدم فاک اپ میکنه دیگه دلیل نداری که اصلا بهترین <تصفح> گیمری باشی که س... استریم آره. میکنی. بعد خیلی ها میان تو این داستان. <تصفح> حالا من اینجوری که هستش 10 تا حدودا ویدیو هستش یوتیوب از بوتک که اینا کپی و در واقع یعنی کپی ناجوره ها نه کپی الکی مثلا بگیم مثلا ایدش از اونه کپی ناجوره مثلا بده خب از بوده که این کاری کرده ولی خب من خودم یه اشاره ریس کردم توی که از ویدیو ها این چند تا ویدیو دلیل نمیشه به یارو کلا دزد یوتیوب که این همه حدود هزار تا ویدیو ساخته و آقا 10 تا شب چیز من نمیگم که نباید گیر بدی که آقا چرا مثلا این کارو کردی ها بمیاجی. شما بیا اصلا برای من دزدی رو تعریف کن اصلا معنی دزدی یعنی چی خب اول برگردیم به اینکه اصلا تعریف و دفینیشن دزدی چیه خب بعد بیام شروع بکنیم دزدی یه چیزی که مال تو نیستش رو ورداری بیای بگی مال منه مثلا ورده بس خودت حالا اون بحث گیم پلی آی گیس مثلا قبول دارم حرفی که حالا گیم پلی دیه خیلی تابلو اگه واقعا این که من ندیدم ویدور ولی اگه مثلا من بیام خب بیام مثلا مز سرخ کنم بعد مثلا بزنم تو چش راستم بعد مثلا یکی دیگه هم بیاد این کار رو بکنه تو چنل خودش خب این در واقع من اینو دوزی نمیدونم چون من اصلا کلا یوتیوب کانتنت کپی رایت میخوره ولی ایده کپی رایت نمیخوره و همین یکی خب درسته ولی حاجی آخه کپیش اونجوری نبودش مثلا اینجوری بود که من مثلا من تو داریم به یه دونه ویدیو ریاکشن مثلا من تو داریم به آهنگ حسن ریاکشن میدیم خب درست بعد تو میای بعد از فلان پانچ حسین میگی A B خب بعد منم بعد مثلا اینجوری هم میکنی میگی او A خب بعد منم یهو میام دقیقا بعد همون پانچ میگم او A خب یا مثلا به فارسیش الف ب پتسه خب دقیقا همونو میام میگم این اونه یعنی اون مدلیه یعنی همه چیزا همون بوده خب امه. که من از این پشم میگم این خیلی سخته این خیلی سخته خب به نظر من و اینجا داستان من میگم اینجا پوتک گیلتیه خب تو این داستان خب که خب آقا گیلتی به چه معنا به این معنا که آقا این کاری که تو کردی کپی برداری از اون بوده و تو کاملا رفتی بر اون شخصتون اون رو برش خود استفاده کردی و به اسم خودت بدونیم که مثلا جایی بگی حالا هرچند من که مثلا نوشته ویدیو انسپایرد بای فلان که نیست ولی خب بازم داره به تو سر نخو میده که تو برو ببین مثلا تو بری ببینی اون ویدیو رو میفهمی که چی مثلا این همونه اینجوری نیست آره. که تو اصلا هیچ رای برای یعنی کلا قایم کرده باشه این رو بذاریم کنار به نظر من با اونجا کار شروع میکنم با این قضیه مشکل پیدا کردن که میان مردم دروغ میبافن خب و به دروغ یه سری داستان رو میگن یا علکی مثلا تو الان یه موجی شروع شده خب همه میان واسهش ویدیو میسازن و مفبری میکنن بعد اینا میام من خودم شخصا اگه جای پوتک بودم من اگه این کارو کرده بودم 20 تا ویدیو منم میآوردین من معذرت نمیکردم یعنی میگفتم گفتم بیاین سرش بشینید خب من ویدیو منه دوست داری نگاه کنید مگه معذرت پوتک به این قضیه ببین آروین شو برده بودش تو ویدیوش بعد اونجا صحبت کردن خب و اونجا گفته که مثلا من این کارم اشتباه بوده و دیگه انجام نمیدم بعدش انجام داده <تص> <applause> خیلی باله با خیلی باله یعنی خیلی عجیب میشو. آره اون خودش بود و با یه نفر ای که الان یادم نمیاد متاسفانه من چون ویدیو ام. کامل ندیدم من فقط تامنل رو دیدم و نرفتم توشون حوصله نداشتم چون من اصلا خودم نمیخواستم این قضیه بپرازم انقدر دیدم یه حزیات شد و دیدم که آقا یارو اومده گفته که من یوتوبر پوتکم ببخشید من ادیتور پوتکم و ادیتور نبوده آخه دانت سرویس چرا باید یعنی چقدر تو باید رزل باشی خب که بیای برای ویو گرفتم و معروف شدن بیای به دروغ بگی من ادیتور پوتک بودم مم. و بیا به ای که آره من بودم که این به کسی پول نداده آرام خودمون آرام با خیلی از این داستان ها رو آرام توش بوده خب مم. و به من مثلا گفته کدومشو من بودم اینو من بودم که انجام داد اینو انجام داده فلان این حرف ها. این میاد آقا میزنه من ایدتور... کسی که ادیتور پوتک نبوده میاد میگه که من بودم و یوتیوب پول اینو نداده پول اون نده. بعد گفته خوب مثلا گفته خب مثلا پوتک آقا یه یه قولی داده بوده گفته آقا من به 5 نفر نفر یه میلیون میدم سر یه داستانی خب بعد همون موقعی هم بوده که چی یه یهو جنگ میشه اوکراین بعد یوتیوب فر... چیز پوتک فرار میکنه آلمان خب بعد این آدم میاد میگه آره اون زمان پوتک فرار کرد و وقتی دیگه این قضیه رو هاپولی کرد مثلا گفت و انجام نداد در صورتی که مثلا آرام جی ویدیو رو گرفتم روش توضیح داده که آقا اون موقع که اون رفتهش برگشته به آرام زنگ زده گفته آقا من اینو چیکار بکنم گفته ببین من یه پولی دارم به جای رسیده من اینو می تو بعدا من بده خب بعد میان استوری میذاره پوتک میگه که آقا بیاین چیکار کنید اون کسایی که مثلا بعد بهشون پول میرسیده بیاین بگین مثلا من کامنتتون لایک کردم بیاین چی میگن بیاین بگین و من اون پول رو بزنم خب بعد 23 هزار نفر اینا میان کامنت چیز تو دیسکورد میان میان که ما بودیم آه. متوجه یعنی مردم خودشون اینجوری اومده بودن که آجی 23 هزار تا پیدا میکنه آره بعد اینا بالاخره حالا یه جوری پیدا میکنن و پول این نام سه نفر یا پنج نفرش رو میدن حالا خلاصه کسایی که تونستن مطمئن بشن و بعد رفت بودن قشن ا... خود... خل... دیدی؟ دیدی؟ میان یه سری اکانت میسن با اسم یوتیوبر را بعد من خواهی چند بار رفتم لایب بعد مثلا یکی اکانت تو اومده یکی و او اکانت کوکتل اومده یکی با او اکانت نمیدونم رفیقای دیگه مثلا اومدن خب م. بعد من اونجا میگم حرف میزنم یه سرات میفهم که ای اون نبا میگم زن میدم اومدی تو لایف مثلا آره. فلان من نیومدم تو لایف که آره خلاصه این از این داستان مثلا اینجوری دروغ گفته یا برگشته گفته که پوتک اومده ادای ویدیو مستر بیس رو در آورده بعد مثلا دیدی مستر بیس یه چیز داره مثلا یه ویدیو داره آقا یه دایره میکشم هشت بذاری توش میخرم یا دست رو بذار رو ماشین نمیدونم فلا ماشین رو میبری هرکی دستش تشمید نه اینجور چیزه خب مثلا داره فقط دایره انقدر کوچیک بود که مثلا من خجالت کشیدم که رزا رضا ادیتور منیجر فکر کنم اگه درست باشه خب حالا با هم با پوتک هم کاری اون به تو چه رفی داره آخه که تو مثلا جای نفر خجالت بکشی بعد بیای یارو اون موقع همون زمان بوده که رفته بود آلمان خب اکانت تو چیزشو بسته بودن فکر کن اکانت تو بستی خب مال و اموالت هم اونجا هاپولی شده یا مثلا قصد تو بهش دسترسی نداری بعد حالا اون وسط داری این کارم میکنی خب بعد, بعد مردم اصلا نمیدونم واقعا ش... یعنی نمیفهم از طرف اصلا استیبل نبوده رو هوا بوده زندگیشو خانواده‌اشو همه چی وسط جنگ داره میره و مثلا حالا گیر اینن که اون موقع حالا سر اون موقع فلان کار نکرده آره با... بعد میگن مثلا پوتک گفته مثلا اه اه فقط حرف میزنه بعد نمیدونم اون یه دختره بود خب آجی که نیاز به عمل داشتش مشکل درمان و اینا نیاز داشت که صورتش قرمز مرمز بود و این حرفا اینا 300 میلیون به اون آدم کمک کرد و پی... تو پیج اون آدم خب هنوز اون ویدیو تشکر از پوتکش هست چجور اونو نمیبینید بعد نمیم نمیبین پوتک چه دوزیه دست به کدوم دون کرده پوتک هم میخواستم همینو بگم بذار من این بگم من درسته که زیاد دنبال نکنم ولی یکی تا نکته هست این که اینکه همون کسایی که الان دارن از پشت سر پوتک حرف میزنن و میگن فلان کاری کرد و دزد و بهمان و اینا همه اینا کلا کامیونیتی یوتیوب فارسی خیلی به, ب... به،, پوتک مدیونه یعنی واقعا من از خود رپش بگی که حالا ما توش هستیم تا خیلی از کسای دیگه واقعا ب... با پوتک یعنی پوتک کمک کرد که حداقل چنلشون یکم قوت بگیره حالا یا اینکه رفت تو چنلشون یا آهنگی داد که مثلا مخاطبا برن سمتش حالا ریاکشن یا هر کاری ببینن به خیلی ها کمک کرد واسه همین یا حتی ببین مثلا برا مثال میزنم یکی یکی مثل میمنتو که میاد باشه همکاری میکنه خب و اون اولی همکاریو میکنه میاد باشه انیمیشن درست میکنه نباید انتظارش این باشه که آقا مثلا پوتک مثلا یه پوتک مثلا خب یکی یکی, یکی از بزرگترین توی رفارسیه رف بیاد باش روی رفتار بکنه که انگار مثلا همکارشه خب اگه یه میاتور استوری میکنه یا دی میاد کرده هاجی تو رو ریاکشن ری میره ویدیو چیز میکنه تو باید مثلا میگی آقا دمت گرم چقدر لوتی که مثلا اومدی مثلا از ما حمایت کردی خب مثلا من و تو خب ما جفته من تو مثلا تو یه ردیم یه زمان شروع کردیم خب تو انتر... الان دو سه برابر مثلا من نه. سه چهار برابر <applause> من الان سابسکرایب وقتی مثلا ولی... میای واسه من ویدیو من شیر میکنی خب ده. من هزار بار تشکر میکنم بعد مثلا رفیق من اصلا نه کاری ندارم تو عمن بالاتر من, من یه رفیقی که معمولی مثلا شا... بگم آقا عمن سوش پایینتر هم سطح من یه ذره بالاتر به با من یه حالی بده و من ویدیو بگیره خب یا مثلا یه بار من شیر کنه مثلا از تشکر میکنم چرا اینجوری نیستش که آجی نه اومدی اینجا فلان این حرفا بیا اه. مثلا پول دستش داشت میدونی چی میگم صد دست مثلا همین میخو... مثلا من خودم حالا اون که داشتم ازش مثلا کلی بدقولی شنیدم کلی اتفاقای مختلف افتاد سر ویدئویی که با جی جی داشتیم مثلا کلی اصلا همینو بگم اتفاق منفی بگم. خب ولی با این حال خب من نه هیچ وقت پشتش حرف میزنم نه خواهم زد نه زدم یعنی خب چرا چون آره. آقا لطفی که من داشت مثلا اون اوایل اومد به یادم مثلا به ریاکشن کارو ریاکشن اگه یاد باشه آره آره چیزی من پشمام ریخته بود مثلا بعد این کارو کرد و نمیدونم این حالا حداقل این طرز تفکر میخوام اینم من بگم که این کسی اشتباه برداشت نکنه مثلا باز میگیم آرام رفیق پوتک بوده خب من نه رفاقتی دارم خب نه تا حالا مثلا واسه من کاری به اون صورت کرده یه بار من وقتی یوتیوب هم پیدا کرد یوت... همین چند چم... چند ماه پیش بود شیش هفت ماه پیش که من علنی گفت چون قبلش نگفته بودم بعد بعد چهار ماه گفتمش بودمش شش هفت ماه پیش هشت ماه پیش نه که من پیام که اومدم تو ویدیو گفتم اومدم پیام گفتم چرا اینطوری شده اون این حرفا که مثلا یه حرفی ما زد که حالا انجامش نداد میدونی من واسه واقعا ابی نداد چون هاجی همین که من پیام داده اما من پرسیده که آقا چرا آقا من میگم دمت گرم که تو این قصد مهم بودی که بیا به من پیام بدی اما من پرسی که چیز دیگه من اون که اگر تو مثلا اون کارو واسه من می‌کردی اون لطف تو بوده خب من واسه اون لطف تو رو حساب می‌کردم توقع کنم چجور من جبران مثلاً... بکنم واسه آره مثلا خب. چرا این کار نهی مثلا یه ویدیو درست بکنی که پوتک اومد به من قول داد ولی عمل نکرد چی میگن. این از این در صورتی که بعد حالا باز این کسیه که قبل از اومد من, من یه قوریکشی رو داشتم واسه آلبوم راد چایلدش پنج و تا جایزه دادم واسه چیزا خب چی بهش میگم پنج و پنج تا جایزه دادم آلبومو پنج, پنج تا دیجیتال پنج هم فیزیکی خب در صورتی که نیومد مثلا منو اصلا انگار ننگان. نه نه مثلا پیام نه، جای شیر کرد نه مثلا هیچی ولی مثلا یه نفری که کلا هم 5 و 10 تا مثلا اونها رو شیر کرده بود خب ولی من نیومدم نه مثلا مثلا مهم بود یعنی مثلا مهم بود آن. خب نه که مثلا مهم نبود ولی دل خودم اونجوری مثلا چی گفتم آقا خب منو شیر نکردی اونها رو شیر کردی چه جوری بود ولی اینجا نمیدونم بگم دلخوری واسه من بهش پیش بیاد این از این هره. حالا دارم میگم منی که واسه من هیچ کاری نکرده الان دارم ازش دفاع میکنم به خاطر این نیست که بخوای یکی الان بیاد تو کامنت واسه من بنویسه که آی تو داره میمالی واسه اون یا اینکه از ویوش میترسی آجی تعلل ما چند بار من حالا تو اینجا شاید زیاد در موردش صحبت نکرده باشم ولی تو ویدیو خودمون چند بار من گفتم آقا فلان فلان مثلا این آدم اینجوریه اینطوریه با اینکه اونم میدونی اون خیلی بیشتر من واسه من کار کرده تتعلو همون ده ده. اولین باری که منو شرکت دو سه باری که ما شرکت خیلی بیشتر من سود رسید میدونی چی بهت میگم مم. ولی منم گفتم اینجا منظور که پوتک به اون صورت به بجز این کار جمعی که واسه ما کرده خب بجز اون به اون صورت کاری نکرده ولی من من حقیقتو میگم شو دارم اینا دارن نامردی میکنن دارن میان الان آفه. یارو گذاشتن گوشه همه واسه اینکه از این قضیه ویو بگیرن و پول در بیارن دارن چیز میکنن میدونی یه سری هم پلیس بازی پلیس پلیس سرش باشی آجی اونا ولش ولی من میگم حالا ب... طرز تفکر حالا شما ما دوتا تا این بقیه این فکر نکنن که آقا مثلا ما حرمت نمکه رو میدونیم یعنی منم خودم مثلا شاید با پوتک کمتر از انگشتای دستم بود حرف زدم خب یا مثلا یه ویدیو یا دو تا ویدیو با هم یادم مثلا یادم نیست کی بود ولی اینکه مثلا رف... رفاقتی با هم نداریم فقط مثلا یه همکاری با هم کردیم با این حال به نظر من طرف و گناهکار این قضیه نمونه حالا درسته شاید مثلا یه اشتباهی کرده یه تقلیدی کرده یه کپی بر... برداری کرده اینا ولی اینکه بیا همه مثلا هیت بهش بدن آفرین حالا این بحث این بود که مثلا ما گفتیم بحث حرمت نون و نمک باشه که بذاریم یه طرف که گفتم خیلی مثلا بهش مدیونن بحث چیز هم مثلاً به قول تو این همه کمک کار خیر کرده مطمئنا هیچ کی تو اندازه که بیاد یه دفعه یه پول قلم به کسی کمک بکنه نکردم مثلا همین پسرم بود که پدرش رفته بود زندان آره یه همونم روز پدرش رو آزاد کرد آجی 80 میلیون به درجا زد واسش ببین بعد میدونی حالا من اینم باز بگم اگه اشکال نشه آجی اگر نمیخواستین بگین من اینجا ازتون معذرت میخوام خب چندین بار شده مثلا خواسته کمک بکنه مثلا به آدم مختلف ولی خب نمیدونم مثلا کی واقعا اعتماد حرفا خب مثلا میزنه من میدونم که خیلی یا تا پیگیر شده که آقا این فلانی ببینیم اگه واقعیه بهش کمک بکنیم خب من اینو زیاد شنیدم از مثلا بچه‌هایی که باهاش ارتباط دادم خب مخصوصا آرام زیاد اه. شنیدم که مثلا آقا کودک گفته می‌خواد به فلانی کمک بکنه ولی مثلا به من گفته که برو تحقیق ببین آقا آدم راست میگه یا نه یعنی این جور آدمیه حالا من نمیگم که این باعث میشه که اون کار بعدش ماسمالی بشه بحث اینه که تو اگه اون داستان فقط به اون اونو بگیر افره. بده کل قضیه رو ببین منظورم اینه که آقا اگه مثلا اشتباهش الان کپی برداریه خب 10 تا ویدیو کپی داره خب اون اشتباهش نه اینکه بیا بگید دوز پول اینو نده پول اونو نده استارلینگ شد آفر. حاجی تو ایران که به کسی رسیده به نظر تو خب تو اگه استارلینگ بود تو میومدی تو میومدی ویدیو بگیری به اینکه های پوتک دست نکنه ما استارلینگ رسوندی خب مگه به نظر نمی بالا سر آقای از از دولت دو. درصد خطریه حاجی خطریه دی؟ یا یه چیز غیر قانونی اصلا تو توییتر اگه یادم باشه یکی از همین آدم دولتی دو بود آقا تو چ... به چه اجازه ای میخوای تو امور به ایلان ماسک توییت زده بود به چه اجازه ای داری تو امور کشور ما دخالت میکنی حالا فکر کن این این اینا بیا مثلا بیان بگن اه. که ما آ... چیز کنیم ما جوری میترسه خب اصلاً یه, کار غیر قانونی داره قاچاقی داره وارد میکنه که مثلا برسه به دست طرف یارو بیاد بذاره خود که اون که دیگه قاچاق به دستش رسیده بیاد بگه آره من قاچاق گرفتم دم بدونم میگم که مثلا قاچاق فرستادین میشه آره نمیفهمم چی میگی حالا ولی حرفی در خیلی بال، یعنی شاید یعنی به خاطر یه اشتباهی که کرده یه چیز دیگر رو نگیم مثلا اگه طرف حالا خیلی مثال بدی ولی اگه طرف دوزه قاتل هم هست به خاطر همون دوزیش هم چیز بکنه خب پوتک هم مثلا کار اشتباهی کرده کپی کردن اینا به خاطر اون قضیه گناه نه اینکه کلا آدم بدی یا کلا حالا یوتیوبره. ولی هم یه هم بگم حالا من من بگم این یه ت... نکته اصلی گذاره خب وقتی الان یه دلیل اینکه که کلی از مردم کلی که حالا یه تعدادی نمیدونم چقدر من واقعا نمیدونم چقدر ولی یه تعدادی هستن که الان خیلی صفر و سقیق قضیه چسبیدن واقعیت اینه این که تو یه دروغ خب وقتی از جاهای مختلف زیاد بشنوی 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 دیگه تو باورم میکنی چون میگه همه که دروغ نمیگن که خب ولی اتفاقا همه دروغ میگن من ادا ربخو... یا کلاس دوم یک درسش یک من آره. قضیه همینه من الان خودم آجی من وقتی اولین قضیه رو شنیدم خب جو گفتم آجی حتما راست میگن دیگه میدونی مثلا حتما این جوریه من وقتی ادیتور پوتک و من دیدم اون ویدیو ادیتوری که میگفت من ادیتور پوتک و گفت ویدیو گذاخت من گفتم گفتم ای چه نامردی این چرا آقا اینجوری کرده فلان این حرفا چون اصلا قضیه نمیدونستم خب حالا آدمای عادی دیگه هم که شاید دست سینه باشم حالا من دونستم زمین زمانم بپرسم آقا چه جوری داستانش واقعیت چیه آدمایی که همه دست سینه ندارن که بیان بپرسن خب میگن این یارو اومده ویدیو ساخته راست میگه تو از کجا میدونی یتی داره بودک بوده از کجا میدونی اصلا من با یارو پای من بازی هم کرده باشم خب باز این به این ثابته که من ایدار بودک بودم خب و خیلی چیزای دیگه و خیلی حرفای دیگه که الان من چند تا یوتیوب الان من مثلا میخوام کیوتیوبای بگم خب کیو پای من خودم یه, رب... یه یوتیوبری که من دوست دارم خودم شخصا خوشم میاد ولی یه ویدیو ساخه بر بوده که مثلا داره در موردش بد میگه حرفا ولی من خودم میگم من اگه جای من به یوتیوبر خب اگه جای یوتیوبای بودم نمی نمیخوام بگم اونو بشورم یا بگم هستش یا نیستش فقط میخوام خودم بذارم جاش میگم من اگه جای کیوتیوبای بودم منم شاید باورم میشد اگه مثلا نمی... اگه به کسی که توی قضی بوده نداشتم باورم میشد گفتم آجی آره دیگه اینجوری و من می اومدم به پوتک من شانس بردم که کسی بودم که اه... چیز داشتم میتونستم تحت توی قضیه رو در بیارم خب میخوام اینو بگم که گریه مردم باز ببخشید خب که بیان از این قضیه مفری بکنن پول در بیارن دروغ بگن و استفاده بکنم با اسم میشه که یه چیزی که حقیقت نیست به عنوان حقیقت پذیرفته بشه اینم در نظر بگیم که آجی چیزی که داری حرف میزنی اسمش یوتیوبه خب یعنی طرف هر کاری میکنه شایعه فیک هم درست میکنه کار فیک هم میکنه چنل فیک هم ام. میزنه ادیتور فیک هم میشه که پولا رو در یعنی کل قضیه اینه که اینجا یوتیوبه فکر کنم صحبت کنیم راجع بهش حالا بازم اگه لوگن پالو که می‌شناسید درسته اون که دیگه هر کاری می‌کنه <تصفح> دیگه می‌خوام بگم اون رو میگن مثلا دو سی یارو میاد میگه که آخه مقایسهش میکنم یعنی که اینم مثلا مثل لوگن پال پول پول چی خورده پول تو رو خورده لوگن پال پول مردم رو خورده که اومده ان اف تی الکی زده گفته بیاین ان اف تی بخرید این قبر بالا بعد همه اومدن هم پولا ریختن به حسابش بعد پروژه رو ول کرده و هم جواب نداد رفته خب اون پول از جیب مردم در آورده این دو جیب مردم پول گذاشته خب نذاشته باشم هیچی از جیب کسی در نیاورده بعد اون دوز دوزه چجوری جوری حساب کردین شما این بده ببین ماتریس چونش از هیچ جا نمیگزه پوتک درست خیلی الان این اینستاگر... چیز تو یوتیوب این حرفا چیز داره فالوور داره و سابسکرایبر داره و این حرفا خیلی مثلا بزرگه ولی شهرت رو که نداره خب ما وقتی بحث واقعیت شد اومدیم حرفمون رو در مورد تسلسل زدیم آجی پوتکشم پو همین با هم مال 700 هزار تا فالوور که داره پوتکش همه کارش تو بکنه ماتریکس شوخی بردار نیست میاد قشنگ گناه آره. همونطور همون که اولش اون ویدیویی که تو میکرده بسیار آره یعنی یه جوری اشما میخته بود مثلا میگم تو ولی دیگه حالا بازم باز میرسه به اینکه آقا من بیننده اگر دوست داشته باشم این بعد ویدیو رو میبینم اگه دوست داشته باشم اگه واسه من مهمه اینقدر که تو نباید ویدیو یه نفر دیگه رو این کار کنی نمیبینم اگه مهم نباشه که میرم ادامه میدم میبینم می می خودم شده راضی بازم کلام تو کوچه همه خراب میکنن از تو گیر میده الان آقا میخوایم برگردیم با بحث فدایی و هیچی است و اون داستان که پوری میگفتش که تو دنیایی که دیگه به ایش رفاقت همشون بوم میده تو دنیایی که فدایی میزنه به سروش خب نظرت چیه ایجنی از آن آجی دیگه هم به تو هم اعتماد نداره حقیقتا <تصح Aaaranean> <مه> واقعیت من خودم یه ایجن هم باشه ایجن دا ولی کی فکرش میکرد خدا یا کی فکرشو میکرد ببین من بعد از اون افشاگریش فکرش رو میکردم بعد از افشاگریش البته خب، نه همون قبل اصلا, اصلا از... قضیه قضی من میاسم که فکرش میکرد که فدایی بیاد به هیچگه بزنه آره. اونم مثلا باندی که اینا مثلا با هم داشتن اه... و آره مثلا دلده. وای به حالتون اگه با استاد بیایم پای کار آره. خب این داستان به اینجا کشته میشه ولی واقعیت اینه که یه نکته بسیار ریز اینجا بهت بگم پشما هم خودمون هم خودشون رو که در بریزم یه زمانی الان الان چی داستان الان اینه که همه الان هم رپرا هم مردم پیدن به فدایی که چرا مثلا اومدی به سروش این حرفا زدی خب دیسادودی ولی ولی اینجا نگاه کن اون زمانی که دو سه سال پیش زد بازی و در واقع ام جی و اینا ویلسون اینا می اومدن میگفتن که آی سروش تو این دنس ویسو این های با ما نون نمک خوردی ولی سر سفره ما نشستی با هم دی می میرفتیم بیرون این مثلا بی دلیل چرا الکی اومدی مثلا گرفتی بعد اومد گفتش که ببین <applause> داداش این حرفا نونمک نمیشناسه <applause> خب اینو گفتش حالا بخورید خب همتون بخوریدش خب چون گفتش که چی الان فدایی هم بعد دا بهش به اشتقاد بکنین که آقا این حرفا نونمک نمک نمیشناسه <applause> از الایام گفتن کارمایز بیچ خیلی جالب کارمایز فاکینگ بیچ خیلی ب... چون من... از اون طرف هم برمیگی ببین خیلی برمی الان که گفته واسه چیز شد از اون طرفم هم و تو پیشوی روی خیانت کرد اون قدیم که ما دفعه اومد عره. با زد بازی پیشو رو دیس کرد پیشو دابل کارما شد که... آره گفت چی شد چرا ما رو یه دفعه دیس میکنه اما داداش هم اینو ببین دقیقاً دقیقا نکن ماتریکس ماتریکس اونور چیه ماتریکس اونور اینه, اینه که بیایم الان هیچ کس و... چیز بکنیم پوش کنیم چون فدای خطرناکه بیایم پوش حالا نمیگم فدای خودش هزاران اشتباه نکرده میخوام اینجا رو ببین ماتریس چجوری میخواد ببینه که کدوم واسش بیشتر میصرفه یعنی هیچ که یه موزیکی نمیده کاری به کسی نداره ولش کن بی خطره که برید بی خطریه و اینکه مثلا ما این همه سال گفتیم پدر رپ واسه پدر به پدر به فارس الان تو گلومون گیر میکنه میخوایم زده شرف بزنیم خب پس همون طرف هیچ کسو بگیریم اوکیه ولی چی آجی ماتریس این کار ماتریس ما این کار نمی کن ماتریس ما میاد واقعیت رو میگه که آیه هیچی هست از قدیم الایام میگفتن این آدم نامرده خب و, میاد به رفیقاش نامردی میکنه خرابشون میکنه پشتشون میزنه یا هر چیزی خب پشتشون هم نزنه یعنی پشتشون خالی میکنه هم اینطوری و اینو از قدیم ما رپرهای مختلف اینو گفتن یا اگه غیر یا غیر مستقیم گفتن خب من میخوام فقط بفهمم که چرا الان تو این وضعیت که مدرک هست برای ارتباط هیچ کس به مجاهدین میان باز طرف هیچ کس میگین رو چه حساب به نظر من به خاطر اینه که حالا اون در واقع نظر اون سابجکتیوه یعنی اون چیزی که ما از هیچ همیشه هم تو ذهنمون داشتیم هر کاری هم بکنه یعنی تو اصلا بگی طرف با پرونده بره اصلا زندان به خاطر مجاهد بودنش ما بازم میگیم هیچ کس هیچ, کس هیچ کس. خب یه چیزی تو ذهن آره. باز آخه بحثی که قاطی نباید بکن این که یه نفر کارهای زیادی واسه رپ فارسی کرده خب به این معنی نیستش که اون آدم آدم خوب است و هر حرفی بزنه قبوله اصلا ربطی نداره به این حرفا من اگه یوتیوبر خوبیم به این معنی نیست شاید مثلا قاتل نباشم نکنه نه منظور که میتونم آقا من میتونم همزمان قاتل باشم و مثلا کسی نفهمه از اون طرف یه یوتیوبر خفن هم باشم آره؟ میگم این هیچ اتفاق اه... به هم رب نیست حاجی یه سوال ریز ازت بپرسم این وسط بفهم. بعد از دیس یادگاری اون ویدیو هشت دقیقه ای که فدایی دراپ کرد هیچ کسی هیچ واکنشی نشون نده من فکر می‌کنم واکنشی نشون نده چون من چیزی آره نشده خیلی عجیبه این قضیه ببین حالا میگیم دیس مثلا میگیم حالا یه یه واکنش شد یه واکنش شد واکنش این بود که خانومش بلنش رفت فدای رو اکانت اون دیدم آره نه ببین حالا مثلا میگم حالا چیه آزاده آزاده ریپورتی بابا ریپورت ما رو نکنی حالا خب به من میگم حالا اوکی حالا میگم دیگه از رپ فارسی خدافیزی کرده زیاد نمیاد سمت رپ و اینا هیچکس خب قبول دارم ولی من میگم چیه که حداقل اون سر اون ویدیو 8 دقیقه نه من جواب فدا مثلا اونم مثلا یه وایسی ریلیس بکنه یه جا مثلا بیاد قشنگ جواب فدایی ببخشینا حالا یه... باز من توهین نمیکنم نمیگم فدای آدم اینجوریه میگم یه سری حرفاش بود تو اون ویدیو خب که من حالا آره, آره. که رفتم توضیح الان دیگه هم دقیقاً کلا ولی یادمه که یه سری حرفاش رو گفتم این یه سری از 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 تاریخی مثلا گفت شهری ور بعد مثلا انگار اومده و مهر سوریش کرد و اینا نه یکم از از تاریخ عجیب غریب بود حرفی که زده ولی پرونده هیچ کس و توی ماتریس فعلا بازه باز شد تو ببینیم که بازه و جفت جفت جفتشون آره. گیلتی میکنن آره. جفتشون آره. گیلتی یعنی ما نمیگیم آره دقیقاً جفتشون گناهکارن تا وقتی که خلافش ثابت خلافش ثابت بشه که ما این بعد اینم بگم ها جیانیا کن یارو میگه حالا یه تو ماتریس قبلی گفتم ولی طرف میگفتش که اگه نمیدونم فامیلتون تو پلیسه داره با تو دولت کار میکنه فلانه قطع رابطه کنید فلان کنید ای پس چرا فامیلای خودت رو نمیدونی قطع رابطه کنی من خودم هم بودم نمیدونستم قطع من خودم آجی من صحبت کردم با یکی فامیلامون تو ایران فامیل نزدیک خب با اونا هم نیستا یعنی نه, نه،, کار دولتی داره نه مثلا چیز ولی اینجوری بود که آقا من این نمیرم خب و این اعتراضات هم به جایی نمیرسه و فقط زندگی ما هدر میره و نمی... من زندگی, زندگی خودم و مثلا زن و بچه خراب نمی کنم واسه یه چیز کسچری که قرنیس به جایی برسه من باید صحبت کنم باید مثلا فلان 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 ولی دیدم من نمیتونم باش قطع کنم به خاطر اینکه اون نظرش هم مخالفه امه. خب حالا به هر حال مخصوصا خانواده نزدیک حالا میخوام بگم که این قضیه تش بود داره نمیشه اصلا این حرفایی که میزنن هیچکونشون منطقی نیست و هیچکونشون قابل انجام و پذیرش نیستش آره قبول دارم حرف تو نمیدونم من به نظرم دوباره تکرار حرفمون اون چیز اگه فلانی فامیلش جزوه یه فرقه باشه یا هرچی چی نمیتونیم بیایم, بیایم بگیم آقا اصلا من خود من اصلا تو بگو بابای من خامنه‌ای ای باشه خب اصلا دیگه خیلی من بچه خامنه ای خیال آره. خب. <applause> آره نه نه من منظورم این بود که نمیدونی علی بگی رابطه بکن آره نه اصلا بحث اونم نیست نمیشه بیای بخود آخه هیچ کدوم مثلا مدرک مستقیمی هنوز ما ندیدیم که مثلا میگن که هیچ کس یعنی بیشتر احتمالاته تا اینکه مثلا سند رسمی مثلا میگن هیچ کس اومده او فلان کارو کرده بود که مثلا بعد مثلا با... به صورت غیر مستقیم مجاهده کمک بکنه خب در صورتی ای آقا این سند کافی نیست که به ما هنوز این حرفمون رو و واسه همین بهتر بگیم که فعلا جفتشون گناهکاران تا خلافش ثابت بشه دیگه. زود به آره. نتیجه گیری بچه ها نریم یعنی هم فدایی هم هیچ کس ببین باید. اینا یه جور ببین آخه داستانی من اینو قبلا هم گفتم تو وقتی اسمت گون نمیشه و اینفلوئنس پیدا میکنی سیاست مدارا خب میان از جناهای مختلف میان سعی میکنن حالا تو به هر جناه یه مقدار اینکلینیشن داشته باشی یعنی چی بشه سمت چی داشته باشی آره سمت داشته باشی تو داشته باشی میان او چی تو رو به اون سمت بکشنش که از اینفلوئنس تو استفاده بکنن و هر جای دنیا باشی. بعد اینا میدونی دیگه. دیگه تو آمریکا داری می‌بینی، ایران هم که داری می‌بینی. بعد اینا بالاخره هر گوشی به یه طرف اینترنت نرفی حالا ما این تئوری تو تیم درس گفتم واسه اینا زناشون همه رو فرسنه کن شاین نجفی، دلی بازرگان. این یکی آزادک، اک... سروش شیش است، آزاد اکبر، بهرام قوقانم چچی. خب؟ اینا رو همه زناشون خراب کرد. یعنی قبل زناشون داشتن فدا درس میگه زناشون ریدن تو زندگی و حالا شاید نجفی میاد میاد که آی آه، اینه آهنگ با... آه آهنگ هنگه... چی دوستش میخونی چرا هم قشنگ آهنگ آه همون که تو آلبومش بود چرا خوب بود, هفت یه عدد بود فکر کنم نه اون نه اون که واسه زنش میخونه اون چیزه واسه زنش میخونه من اون هم نمیاد ولی اون که موزیک ویدیو داشتش خب آه اون که سوار موتور میشد آزر آذر فکر کنم آره بعد اینا مثلا میاد میگه آره آزاده تلاش آخه بگو میگه آزاده تلاش کرده خب که مثلا بره از سوی کمپ اشرف خب بره آدما رو اونجا میره هر وقت میتونه میره مثلا اونا رو قانه بکنه بیاره بگو با بابا مامان تو نمیتونی قانه بکنی از مجاهدین بیاری بیرون میخوای بری اینا فکر داخل کمپ تو, تو میگه بابا ما داخل کمپ مثلا عضو نیست اینا فقط نام دوستشون نام چیه خب یه همچین چیزی میگه بعد میگه که داخل تو با مامان نمیتونی راضی کنی که اینا اوکی نیستن میخوای بری از اونی که آلدی کامیته ده داخل دا کمپ فلان و این حرف اونو میخوای بکشی بیرون بعد دعوت میشه چیکار میکنی اونجا سیب به مردم میدی آزو واسه میبری ببین واسه میگم واسه میگم با چرا باید باور کنیم واقعا اینجور میگم آره حالا انیویز این اینم قضیه رو به نظر من بگذاریم یه ببینیم باز یا نه یه ولو ببینیم بعد چی ب... چیکار کنیم بعدش دیگه <laughs> بعد دیگه میخوام در مورد پوریو صحبت کنم آره سیاره میگن نسخه نمیاد که یه آلبوم میدی رفت شو لیول آب چشم باز کن کیه و اما رسیدیم به قسمت آخر هواشی سنگینی که میس کرده بودیم ما راجبش صحبت بکنیم جذاب ترین و گادپوری جذاب ترین بیف آلازه رفارسی و کلن از جذاب ترین بیفایی که تو رفارسی اتفاق افتاده خدایش خیلی خفم بود چیز جالبی بلی... که حالا بیف اینا داره اینه که خیلی پرسرعته یعنی توی کمتر آه... 24 ساعت نسخه هم رو این پیچه اینش خیلی باله <applause> ببین خیلی بال بود من احساس میکنم که اون اه... اه... <applause> قسمت آخرش ولی یکم بچه بازی بودیه که میرفتن تو لوکیشن هم دیگه یه نه یه جورایی من نمیدونم چی اینجا برداشت بکنم چون چون من خودم شخصا من خود آدم رپی نیستم یعنی رپی رپر نیستم که مثلا بخوام میگم آقا من تو موزیک تو رو زدم تو هم تو موزیک منو بزنه حرفا من مثلا اگه یکی بیاد تو اگه مثلا من و تو تو یه شهر بودیم توی یه کشور بودیم یا نزدیک هم بودیم یه جوری بودیم خب من تو مثلا من, نه من تو اشتباهی حرف من یه نفر دیگه خب و یه مثلا اون یه نفر میومد به من کوشر میگفت تو آنلاین جلو همه من میرفتم یارو رو میزدمش اصلا هیچی هم ندارم یعنی میرفتم یارو میزدم نه تهدید بعدیدم شاید واسه اینکه گیر نکنم تهدید بعدیدم نمیگم آنلاین که بخوام بعدا این بشه مدک جرم میرفتم یارو کیرش میکردم میومدم خب ام. و مدک جرم هم با فیلم و مین ما این حرفا خب وای گوش میگم که آقا دفعه دیگه جرات نکنه در من حرف بزنه در همین حد ولی اینا یکی اینکه تو رپن خب یکی اینکه تو رپن و مثلا حرفشونه که ما همه حرفایی که میزنیم واقعا فقط رپیه و قرار نیستش که فیزیکی کشیده بشه هرچند لیریکا به نظر خیلی فیزیکیه ولی واقعیت آره. مثل این که اینجوری که با توجه حرفه پولیدن میگه که فیزیکی نیست واقعیت این از این دو اینکه وقتی اون از اون ور تو آهنگی که صدها هزار نفر شنیدنش میاد میگه 4872 ساعت بعد بیای ما رو بکنی تو گونی بعد همه منتظرن و مثلا آنلاین و اینا هم چیزن خب من منتظر بودم دیس به دقیقه آره ولی مثلا خب اونجوری شاید باز باست مردم گفتن بچه بازیه خب بیا خب ببین م... قرار دعوا آنلاین میشه و مرد میگن میگیرن میگیرنشون دهنه همشون سرویس میشه آره. از اون طرف چی بهش میگن باز دوباره رپ هم بعد نام میشه دوباره مثلا هزار جور اتفاق بعد میفته هر چند هنوز که هنوزه مثلا سر قضیه علی جی علی قاف هنوز هیچ کسی نیست که طرفدار اون دعوا بوده باشه یعنی هنوزم مثلا چیز بد تو رپ میبینن که مثلا